در آستانه برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی در سازمان ملل متحد سازمان نفکی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانی رسمی خطاب به رؤسا و رهبران کشورهای اسلامی و نخبگان اجتماعی این کشورها از آنان خواست برای وضع قوانینی با هدف مقابل با اسلام حراسی تلاش کنند در بخشی از این بیانیه که به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی صادر شده آمده با تصویب چنین قوانینی با افرادگری های مختلف ام از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و غیر مقابله خواهد شد در این بیانی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبارشی رسید همچنین آمده در حالی اعتدال و میانه روی دو شاخصه اصلی دین مبین اسلام است که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی هم در برهه مختلف بر آن تاکید کرد و نیز جوهری دین ما و آموزه‌های اسلام بر این شیوه تاکید دارد همگان باید برای مقابله با افرادگرایی و از بین رفتن آن تلاش کنیم این بیانیه می اما متاسفانه گروهی کوتاه نظران و افراد نادان که نام اسلام را هم به یدک در مسیر خود منحرف شده و وچه اسلام را هم تخریب کردند اما دین از آنها مبراست سازمان جهانی نفی خشونت وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی در این بیانی افزوده ما بر ضرورت مقابله و مبارزه با افرادگرایی دینی و تکفیری که روح و جان هزاران هزار نفر را تا کنون گرفته تاکید می کنیم ذکر از سازمان ملل متحد شنبه 24 اسفند 1401 روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی که مصادف با 15 مارس است را در 140 کشور با هدف ترویج فرهنگ مدارا و صلح برگزار می‌کند.